که ملت ایران و مسلمانان جهان نمیدونن وارد صحنه شده، ما باید از این استفاده کنیم و به شما نشون بدیم. خبر که اینقدر هست و تراز نشیب و بدی اقتصاد و جنگ و خون و خونریزی، ولی ما به عنوان کسی که سالیان سال هست در این راستای اندیشه و خرد کار کردیم، خوشحالم که شوربختانه باید بگم خوشحالم، یعنی شوربختانه باید بهتون بگم خوشحالم که امروز میخوام این سند مهمی به شما ارائه کنیم، و اون این که ببینید اگر ما از قدیم آمدیم گفتیم نوشتیم در رابطه با برخی از مسائل، همه میگفتن آقا چه ربطی به اسلام داره این قضیه، اون حرف چه ربطی به اسلام داره، اسلام دین رحمت، دین عزت، دین شفقت، دین مهربانی است، از این حرفا یعنی چی؟ چرا توهین میکنید؟ که هیچ توهینی هم هیچ کسی گاه نگرد. همین روایت تاریخ رو برای برخی دشوار بود پذیرفتنش، اما هر اندیشمندی، هر کسی که فکرش رو یه فشار بهش میداد به کار میگرفت، حرفهای ما رو که تا 35 سال زدیم گرفت، از کودک خردسال گرفته تا انسانهای 60-70 ساله که سالیان سال بر یک راستا رفته بودن به همون دین تقلیدی و سنتی رو داشتن. من وقتی که انقلاب ایران شد و یک و دو سفر من به خروج و فرار من از کشور و استقرارم در لبنان و سوریه و فرا گرفتن کامل زبان عربی و تحصیل در دانشگاه اونجا، این دو موردی که انقلاب ایران، یکی آشنایی با جهان عرب و زبان عرب، موجب شد که در دومین کتابی که همون موقع نوشتم که عنوان تز دکترای من بود که با چه سختی در دمشق از اشتفا کردم، سال 1981-82، اونجا من یک کشف جدیدی کردم، یکی از نخستین کشفیات سیاه شهرستان بود در رابطه با اسلام. آخه ما می‌دیدیم در قرآن آیات مهربانانه بسیار وجود داره، آیات خشنی هم وجود داره. بعدم یه حرفی هست که اصلا کسی نمی‌فهمه. یعنی اینا اون موقع می‌گفتن محکم، متشابه، ناسخ، منسوخ و متشابهات، محکمات و متشابهات. این سه مورد رو تقسیم بندی می‌کردن. هیچ کس هم نیومده بود اینا رو کنار بگذاره، یعنی آیاتی که ناسخ و منسوخ بوده از قرآن کنار بذاره، آیات متشابه رو کنار بذاره، ناسخ و محکمات رو بگیره. این اصلا نبود که این کار نکه تنمیز هم نشده. قرآن همون قرآن کلیاتیست که از زمان عثمان تصدیب شد. این که رو قرآن روی تاریخ اسلام، چون من رشتم بود مطالعه کردم، رشتم تاریخ اسلام بود و اسلام شناسی رو اونجا خوندم، یکی از رشته‌های تحصیلیم، دیدم که اسلام کلاً مثل هر جریان پدیده‌ای مراحلی داشته. اسلام سه تا مرحله داشته، اسلام پیامبر اسلام سه تا مرحله داشته، و شما تا این سه تا مرحله رو نفهمی نمیتونی بفهمی که اسلام یعنی چی کیه. محمد پیامبر این دین در هر مرحله‌ای یک کاراکتر و شخصیت و متد و عملکرد و تاکتیک ویژه‌ای داشته از زندگیش. سه مرحله در مقطع‌هایی با هم در تضادن بودن. این یک کشف جدید سیاه شهرستان بود که در کتاب از میترا تا محمد آوردم. حالا این سه مرحله چی بود؟ وقتی من کمی زود باید بگم برم بگم الان تا میگذارم. مرحله نخستش مرحله تبلیغات پیامبر اسلام بود. پیامبر اسلام اول میخواد شاعر بشه، میخواد رئیس یهودیا بشه، رئیس مسیحیا بشه، اینا هیچ کدوم نمیشه. وقتی که نمیشه خودش میاد اسلام رو میگه لا 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 لا، اینا رو گفتیم همه وارد بحثش نمیشه. اینجا که یه تبلیغ میکنه دقیقاً مثل یه کسیه که داره برای شهردار شدن، برای رئیس جمهور شدن، برای وکیل مجلس شدن، برای عضو انجمن شهر شدن داره تبلیغ میکنه. آدمی است بسیار مهربان، به قولی فرانسوی ژانتی، ژانتی یعنی مهربان، دوست داشتنی، رعوف، بخشنده، زنش پولدار، خدیجه تیلیاردر عصر بوده، هتل داشته، به هتل که میگم یعنی مخیمات، یعنی خیمگاه های هتل استقرار توریست در منطقه مکه و تجارت های بزرگ و غیره. زنش یک یهودی بسیار پولدار بوده خانم خدیجه. وقتی میمیره همه پول بهش میرسه، میشه آدم ثروتمند میشه و میتونسته سخاوتمندانه پول بده، ببخشه، برده ها رو آزاد کنه، بخره ابوذر غفاری رو مثلا، و نمیدونم یک سری برده ها رو اونجوری بخره. و ابوذر غفاری که نه، ابوذر چون برده نبود، با راهزن ها بود، بلال حبشی و غیره. خب اینجا مرحله تبلیغات چیه؟ بودجه هنگفتی هم داره، درست مثل کسی که میخواد رئیس جمهور بشه، درست مثل کسی که میخواد نخست وزیر چیز از کنم وکیل بشه، غیره تبلیغات. بعد اونجا هست که ایشون مهربونه، خاکی روبه میرزن رو سرش، چی نمیگه، اذیتش میکنن، چی نمیگه، مهربونه، میخواد رأی مردم رو جمع کنه. این مرحله نخست.
در همونجاست که با سلمان پارسی هم که از ایران فرار کرده بوده آشنا میشه که سلمان پارسی نقش بسیار مهم میداره در ترجمه اوستا، خسروانی های اوستا که شعر بوده و عربی کردنش که همین قصار و سوار آخر قرآنه. هم هم شعر قشنگ، آیات قرآنی قصار و سوار میگم قشنگ و زیباست، چون سلمان عربی ترجمه میکرده میداده بهش. این مرحله تبلیغات. وقتی مرحله تبلیغات تموم میشه، مرحله دیگه جنگ استقرارش میشه، در استقرار میره فرار میکنه از مکه، میره مستقیم میشه در یثرب، یثرب اسمش گذاشته میشه مدینه. اونجاست که در مدینه جنگ و نبرد و درگیریش که قدرت بگیره، میخواد قدرت خودشو بگیره. در کتابی به فرانسوی من نوشتم زن و جنگ در اسلام سیاسی، فم اگر آن اسلام سی پولیتیک، اونجا من برای نخستین بار سیاوش اوستا 60 خورده‌ای غزوات پیامبر اسلام در آوردم که ایشون بیش از 60 تا جنگ کرده، همه جنگ‌هاش هم غیر از 3 تاش تهاجمی بوده، ایشون حمله می‌کرده خودش قد تاریخ جنگ بعد طائف، خیبر، همه اینا ایشون می‌زده حمله می‌کرده. دو تا جنگ بوده که خندقه و جنگ دیگه که اونا بهش حمله می‌کردن، یعنی همه ایشون حمله کرده بوده، حمله می‌کردن. اسمش هم بوده غزوه، یعنی غزوه حرب نیست، حرب یعنی جنگ، غزوه یعنی هجوم، یعنی تاختن، تازش، دست بلد زدن به کاروانها. غزوه یعنی عرب در اون موقع غزوه رو به راهزنی ترجمه کردن. بعد در این غزوه تو چیزی که به دست میاری غنیمته، حرب نیست. هرگز هم نگفتن حروب رسول الله، میگن غزوات رسول. الان هم بارها اینو گفتم، دوباره تاکید میکنم، وقتی که اخبار عربی رو گوش میکنی میگن غزوات الامریکیه علی العراق، غزوات الامریکیه علی افغانستان، میگن راهزنی تازش اینها مثلا به اون کشور. حالا این مرحله دوره مرحله جنگ و خونریزی است و عزد و خورتا و کشتتا و پلان نرفا که در نصف روز مثلا میدونید بنی قریظه که یهودی بودن 700 تا رو کشته، ولی آخر اینا اینجا من اسمش گذاشتم مهمان مبارزی مسلمان جنگیدن و فلان. حالا مرحله سوم هم داریم. حالا در هر مرحله شما آیات قرآن داری که برای موقع هست، وقتی داره میجنگه میگه بزنید بکشید فلان کنید. مرحله سوم مرحله شهرداریه، مرحله ای که ایشون قدرت گرفته، یثرب رو اسمش میذاره شهر، مدینه اسمش میذاره مدینه میشه شهر، و اونجا میخواد حکومت کنه. اونجاست که قوانین میذاره، اگه دزدی کرد دستش رو قطع کنید، اگه کسی زنا کرد سنگسارش کنید، و اونجا شرعیاتی که الان فقها دارن قانون گذاری در میاد. این سه تا مرحله پیامبر اسلام بوده که هر مرحلهش با مرحله دیگه فرق در تضاد بوده. کمتر پیامبری چنین بوده که هم جنگجو باشه، هم سخنران باشه، هم قانونگذار باشه. زرتشت هم جنگیده، ولی زرتشت جنگید برای آب و خاک ایران، مثلا موسی جنگید برای اینکه نجات بده قومشو، ولی عیسی اصلا نجنگید، بودا اصلا نجنگید. اینه که کاراکتر اسلام یه کاراکتر بیشتر سیاسی است از همون ابتداش تا به الان. به همین دلیل من سالها چون برنامه فرانسه زبانم اینجا دارم، وقتی که بحث میکنیم با فرانسه زبانها که از یه مسلمان زبان میگفتن کنتکست، یعنی شرایط باید که بخواد که آیات قتال رو ما ازش استفاده کنیم. وجود همین کنتکست رو موقع ما میگفتیم که موجب خواهد شد که همین جنگ و خونریزی که الان هست رو ما گفتیم، برنامه ما رو بهت گوش کنید، مثل خیلی برکار فارسی از 20 سال پیش پیشبینی میکردیم که اگر اسلام اونجور که هست تشریح نشه در جهان غرب، پای غرب رو میگیره و این بچه هایی که اینجا تحصیل کردن، آموزش یافتن، دکترن، مهندسن، ولی فقط چون مسلمانن چه جنگی میشه میشن میگن کنتکستش اومد، شریعتش اومد، میرن اونجا میجنگن علیه شما. الان این خطری برای اینا که میشنم تو اخبار من نمیخوام بگم. حالا نتیجه گیری که من امروز میخوام از شما بکنم اینه، یعنی اسلام خودش این جنگا و خونا و خونریزی ها داشته. حالا نتیجه گیری من فقط در یه موردش امروز میخوام، چون وقت ندارم، در یه مورد. یه موردش چیه؟ ما از قدیم اومدیم نوشتیم، من در این کتاب آیین اوستا 7 بار چالا چاپ شده، آیین اوستا 20 تا از خردمندان ایران بهش مقدمه نوشتن و از یه جزئی کوچیک شروع شد تا الان یه کتاب 300 صفحه